پیش از آن که شارلی ابدو مجدداً کاریکاتورهایی درباره نظام ولایت فقیه منتشر کند، تجمع اعتراضی در قم نسبت به این نشریه طنز فرانسوی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته و برخی از جمله مجتبی لطفی آن را بساط تزویر خواندند. نشریه حتی که شارلی ابدو که اهانت به ادیان و پیامبران الهی را در کارنامه خود دارد و مقامات حکومتی کشورهای مختلف را به سخره می‌گیرد، این بار نوک پیکان حمله را به سمت نظام حاکم بر ایران قرار داده است. همکارم سعید بهاری گزارش می‌دهد. نشریه شارلی ابدو روز چهارشنبه 21 دی ماه کاریکاتورهای بیشتری در باره نظام ولایت فقیه منتشر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کاریکاتورهای هفته گذشته این نشریه مورد اعتراض مقامات ایران و حامیان آنها قرار گرفته بود. مجتبی لطفی پژوهشگر دینی از قم در توییتی ضمن اشاره به تجمع اعتراضی طلاب هوادار نظام ولایت فقیه در اعتراض به انتشار کاریکاتور شارلی ابدو از رفتار دوگانه آنها نسبت به هتک حرمت مراجع انتقاد کرد. تجمع اعتراضی در قم پس از آن صورت گرفت که هفته نامه طنز و کاریکاتور فرانسوی شارلی ابدو با چاپ و انتشار کاریکاتوری با تیتر ملاها به آن جایی که آمدند باز می‌گردند، اعتراض‌های زیادی را در میان بخشی از هواداران نظام ولایت فقیه در ایران برانگیخت. این نخستین باری نیست که این نشریه طنز و کاریکاتور نسبت به مقامات حکومتی طرح و نوشته ای را منتشر می کند و از سال 1960 تا 1980 که تحت عنوان هاراکیری منتشر می شد کرارن به دلیل توهین به ارزش های ملی فرانسه و اهانت به ژنرال دوگل بسته و مجددن باز شد و نهایتاً در سال 1980 و پس از مرگ شارل دوگل با نام جدید شارلی ابدو که کنایه ای از نام شارل دوگل بود منتشر شد. نشریه شارلی ابدو در شکل و شمایل جدید هم نتوانست رضایت خوانندگان را جلب کند و خیلی زود تعطیل شد و مجدداً با تیم جدیدی در سال 1992 منتشر گردید. این نشریه در سالهای 2011، 2015 و 2020 هدف حمله تروریستی سنی‌های تندرو قرار گرفت و در دومین حمله 12 نفر از اعضای تحریریه این نشریه کشته شدند. مقامات نظام ولایت فقیه در نماز جمعه ها و با صدور اطلاعیه های کاریکاتورهای اخیر شارلی ابدو را محکوم کردند و وزارت خارجه ایران سفیر فرانسه را احضار و در اعتراض به انتشار این کاریکاتور مؤسسه قدیمی ایران شناسی زیر نظر دولت فرانسه در تهران را تعطیل کرد. مدعای وابستگان به نظام حاکم بر ایران در اعتراض به کاریکاتورهای جدید شارلی ابدو دفاع از حرمت روحانیت شیعه است، حالانکه اهانت به مرجعیت شیعه به روش طراحی کاریکاتور علما و مراجع اعظم منتقد یا مخالف نظام برای اولین بار چند سال قبل از سوی رسانه‌ها و نشریات وابسته به نظام به گستردگی منتشر شد و بیشترین ظلم و حسر و فشار و بی‌حرمتی به روحانیت در حکومت فعلی صورت گرفته که در تاریخ ایران بی سابقه است. هتک حرمت یا حصر خانگی علمایی همچون آیات اعظم سید کاظم شریعت مداری، سید محمد روحانی، سید صادق روحانی، سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی، سید حسن قمی، سید تقی قمی و دیگران تنها نمونه ای از این اهانت ها به شمار می رود. بسیاری از مسلمانان و به ویژه شیعیان مشی حتی کانه نشریه شارلی ابدو را محکوم می کنند و به هیچ وجه با حتی کی به مقدسات به ویژه به ساحت پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله موافق نیستند. اما در این حال موضع حامیان و سران نظام ولایت فقیه در برابر این حتی کی ها را همراه با سوء استفاده از دین و مقدسات می دانند. سعید بهاری، اخبار شیعه.